سلام، وقتتون بخیر باشه. در روزهای گذشته یک ویدیو در رسانه ها منتشر شد که خیلی ها رو شوکه کرد. ویدیو مربوط به یک خبرنگار، به یک خلبان ایرانی که با هم مرورش کردیم. میره روی ناو آمریکا با بالگردش پرواز میکنه، به ناو نزدیک میشه، از گوشه ها از بدنه ناو به اصطلاح خودمون به نزدیکترین فاصله میرسه، سه بار این ناو رو دورش میچرخه، پیام هایی رو بهشون میده و در نهایت برمیگرده. فیلمی هم که در رسانه منتشر شده، فیلمی هست که این فرد نه با دوربین حرفه‌ای بلکه با تلفن همراه خودش گرفته، یعنی بالگرد رفته اونجا، تلفن همراه رو درآورده، از ناو فیلم گرفته و اومده. برخلاف خیلی بازه‌های زمانی قبل که ما اگر تقابلی داشتیم، اون تقابل کوچکی هم بوده، در رسانه ها اومدیم پر سر و صدا مطرحش کردیم، رسانه‌ایش کردیم، فریاد زدیم، این بار ظاهرا از تلفن همراه خود این رزمنده ارتش این فیلم در اومده، یعنی خودش اومده این فیلم رو ارائه داده به بالادستی خودش. اونها هم به این جمع‌بندی هستن که این چیز جالبیه، رسانه هم ببینن، مردم اینو دار سرگرم بشن، بفهمن دنیا دستی که. حالا یک مصاحبه با خود این قهرمان انجام شده، اون مصاحبه رو می‌خوایم ببینیم. ببخشید. و قبل ترش می‌خوام یک اظهار نظر رو از مقامات آمریکایی با هم بخونیم، ببینیم که آنها درباره این قضیه چیا گفتن. صهیونیست‌ها واکنش نشون دادن به این قضیه. رسانه‌های عربی عمدتاً سانسور کرده بودن، خیلی حیرت آور بود براشون که یک نفر در ارتش جمهوری اسلامی رفته همچین حرکتی انجام داده. و حالا نوبت رسیده به مقامات آمریکایی. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در خصوص این مسئله گفته که اجازه بدید من بیارم متنشو. بله، یک فروند بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در فاصله 23 متری ناو آمریکا در دریای عمان پرواز کردند. ما می توانیم تاکید کنیم که یک بالگرد ایرانی در خلیج عمان به ناو ما نزدیک شده و اقدام به اجرای عملیات در فاصله 23 متری عرشه ناو به گونه ای غیر ایمن و غیر حرفه‌ای کرده است. یکی اصلا اون چیزی که اومده دیگه کاملا غیر ایمن، غیر حرفه‌ای بوده و 23 متر نزدیک شده به این ناو. بالگرد ایرانی سه بار در اطراف ناو پرواز کرده است. این اقدام خطرناک، بعد در نهایت این فرد گفته که این اقدام خطرناک بود زیرا میتوانست منجر به اشتباه محاسباتی بشود. این که برمیگره میگه که میتوانست منجر به اشتباه محاسباتی بشود، یعنی منظورش این که ما هم میتونستیم پاسخی بدیم و از این بابت این چیزی که اینها انجام دادن نگران کننده بود. بله، شما میتونستید پاسخی بدید، ما هم یک رزمش در حال برگزار کردن بودیم و اون موقع تمامی نیروهای مسلمه دستشون روی ماشه بوده، تمامی نیروهای مسلمه دستشون روی ماشه بوده. اما نکته که من میخوام به شما یادآوری بکنم اینه، 10 سال شما بالاش اومدید در منطقه خاورمیانه و حتی بیشتر، میگم 10 سال که عدد چیزی حدود 20 سال دیگه، افغانستان و عراق رو کشورهای اطراف ما رو در همین بازه زمانی گرفتن. ما در این بازه زمانی تقابل‌هایی قایق‌های تندرو با شما داشتن و شما همواره همینو گفتین، گفتین که اینا خطر آفرینه و میتونسته واکنش از شما داشته باشه. و هر بارم که ما جلوتر رفتیم، یا انهدام پهباد شما بوده یا بازداشت نیروهای شما بوده. و چیزی که من میخوام بگم اینه، به یک نکته فکر بکنید، نیروی مسلح ایران با تمام وجود و تمام قد اومده وسط این میدانه، با وجود هشدارهایی که شما دادین، چه علتی میتونه داشته باشه؟ علتش مشخصه، چون تو داری امنیت کشورش رو تهدید میکنی. اگر آمریکا هیمنش براش مهمه، اگر آمریکا جایگاهش در دنیا براش مهمه، اگر آمریکا این براش مهم هست که اقدامی که تنش‌زا باشد رخ نده، یه راهکار وجود داره، از منطقه خاورمیانه برید بیرون. خلیج فارس شما باید تک بکنید، اسمش روشه، خلیج فارس. امنیت نیاز داره، ما تامین میکنیم، سازمان ملل بودجهشو بده، هزینش پرداخت بشه، نیروهای مسلحی که در دنیا هستن، این همه کشور وجود داره که دارن تسلیحات خوب نظامی میسازن، شما تسلیحاتش رو تامین بکنید، ما امنیتش رو تامین میکنیم. امنیتش با محوریت ایران، با کمک کشورهای منطقه میتونه تامین بشه، نیاز به رفت و آمد آمریکایی ها ندارد. بریم یک ویدیو با هم ببینیم، ویدیویی که بخشی از صحبت های این خلبان ایرانی بوده، قهرمانی که بلند شده رفته اونجا و این ماجرا ببخشید و این ویدیو از زاویه دوربین ایشون منتشر شده. من قبلش میخوام یه نکته بگم، دمت گرم صدا و سیما، باریکلا، آفرین، خوب داری انجام میدی کارت رو. و این رفتار متفاوته، ما قبلا نگاه میکردیم رزمنده ما بلند میشد میرفت با قایق تندرو کنار ناو آمریکا وای میساد، دستش رو تکون میداد، هشدار میداد و رسانه ملی ما خیلی محدود پوشش میداد، از کنارش عبور میکرد، بعدن چیز دیگه ما از این رسانه نمیدیدیم. الان متفاوت‌تر شده، الان اون رزمنده‌ای که میره عملیات انجام میدهد، او را همین رسانه میره با حفظ مسائل امنیتی به شیوهی که به صلاح همه موارد رعایت بشه باش مصاحبه میگیره و این اون اتفاق خوبه است.
مردم باید با بدنه نیروهای مسلح خودشون ارتباط داشته باشن و بفهمن این نیروی مسلح رو بفهمن چرا بلند شدی رفتی این کارو کردی، تنش زایی می‌خواستی انجام بدی یا برای یک ایجاد بازدارندگی این کارو کردی. اینا لازمه دیگه. خوبه که صدا و سیما داره ورود می‌کنه به این مسائل و این جنس از رفتارها رو ولو در مصاحبه‌های کوتاه از خودش نشون میده. بریم این گزارشی که صدا و سیما کار کرده رو با هم ببینیم. بالگرد عنوان می کنند که ناو غول پیکر آمریکایی که بالگرد و هواپیماهای نظامی را هم می کرد دقیقاً بر روی مرز آبی کشورمان حرکت می کرد و قصد ورود به آبهای سرزمینی رو داشت. می خواست وارد بشه، دقیقاً قصد ورود داشت. من شاید بیم دو بار اسم رو بهش اخلاق دادم. ما بیارشون افشا نشه. هیچ کنه در خانگاه در حالت سکوت کامل رادیویی داشت وارد می شد. این خیلی حرف خاصی ها. ببین یه سری از مسائل هست در حوزه نظامی ایالات متحده آمریکا نمیخواد کسی متوجهش بشه. مثلا میان اعلام میکنن که ناو آمریکا به فلان منطقه مثلا حرکت کرد. آ چجوری حرکت کرد؟ این نوع حرکتت هم میشه یه توضیح بدی؟ ایشون حرف قشنگی زد، میگه که در سکوت کامل خبری و در البته سکوت کامل خبری نه، سکوت کامل رادیویی، برای اینکه وقت چالش براش ایجاد نشه به این شکل اومده حرکت کرده. در سکوت کامل رادیویی قایق تون روی نه دور من دور بزنه، یه وقت نیروی پیداش نشه، کسی نید اینجا ما رو سر کار بزنن، چهار تا فیلم بگیرن ببرن سوژمون بکنن، که تو ارتش هم به درستی فهمیده. در سکوت کامل رادیویی میاد چون میدونسته که اینجا اگر حضور پیدا بکنه ایرانی ها ولکن ماجرا نیستن، ایرانی ها ولکن ماجرا نیستن و پیگیرش میشن. باز اینجا نیروی مسلح ارتش شناساییش میکنن، فوراً اعلام میکنن و این خیلی عجیبه. من اولین بار دارم میشم که بالگرد ما و اصلا مثلا اینجوری بگم اون جنگنده ما در حوزه هوایی که سرنشین دارد، من اولین بار دارم میشم که همچین چیزی رفته نزدیک اینا. خب قبلا نداشتیم، قبلا روی سطح دریا این رو شاهد بودیم بله، ولی اینکه بالگرد نزدیک اینها بشه یا جنگنده روی سر اینها دیده بشه این اولین باری که ما داریم میشنویم. ببینیم ادامش رو. من که شما خیلی نزدیک شدی چه اتفاق افتاد؟ آنچه باعث حیرت خیلی ها شده پرواز بسیار نزدیک بالگرد ارتش بر فراز این ناو آمریکایی. من یه بار دیگه این تیکه فیلمو پخش میکنم برای دوستانی که دارن تصویر نگاه میکنن. ببین به شیوه که داره نزدیک میشه شما میگی که این قرار فرود بیاد، داره میره نزدیک فرود بیاد. انقدر عجیب غریب این خود آمریکایی هم از موقع شوکه شدن که این به شیوه داره نزدیک میشه به ناو، اصلا در کنار شرکت نمیکنه، در یک مرزی در کنار نمیکنه، نه انگار داره میره که فرود بیاد. جالبه من باز یادآوری میکنم کامنت های شما رو میخوندم، عمده رفقایی که حالا عمده که نه، یه سری از رفقایی که کامنت گذاشته بودن اولش میگفتن که میگفتن ما اول ویدیو رو دیدیم فکر کنیم سرکاریه و ناو آمریکاییه، اون بالگرد هم آمریکاییه، تو رو سرکار گذاشتن، بالگرده داره میره بشینه روی ناو. بعد زمانی که نگاه کردیم دیدیم که این نشان ایران روی بازوشه، ما فهمیدیم که این رزمنده خودمونه، رفته اونجا و داره این شاهکار بی‌نظیر رقم زنه. این یه تیکه شیوه نزدیک شدنش به ناف رو دوباره ببینید، انگار روی عرشه داره فرود میاد. حیرت خیلی ها شده پرواز بسیار نزدیک بالگرد ارتش بر فراز این ناو آمریکایی. به من این نکته رو بگم قبل از اینکه بریم ادامه صحبت شو بریم، دوباره گوش بدین این یتیگری که میگه، میگه که من از چی بترسم؟ آبهای سرزمینی خودمه، دارم ازش دفاع میکنم. اونی که باید بترسی کسیه که به اصطلاح خودم از جای دیگری به اینجا اومده. دوباره این قسمت رو ببینیم. ببین من و شما وقتی اینو نگاه میکنیم میگیم عجب مثلا حرف قشنگی زد، یه حرفی زد که ما جیگرمون حال اومد. توی حوزه نظامی کارشناس های مسئله نظامی در قبال مسئله از این دست این شکلی تحلیل نمی کنن. وقتی یک رزمنده یک تفنگدار این حرفو میزنه تو باید اینو بررسی بکنی، اگر میخوای دوباره دچار تنش نشی باید بررسی بکنی ببینی کلید واژه صحبتش چیه و تو چی ازش در میاری. ببین کلید واژه صحبتی که نیروهای ارتش و نیروهای سپاه پاسداران دارن مطرح میکنن اینه، میگن تو در آستانه تو در منطقه ما در خلیج فارس در کنار آبهای سرزمینی ایران حضور داری و ما از این بابت نگرانیم.
اگر تنش از این برداشت میکنی، اگر اقدامات تنش‌زا برداشت میکنی، اگر احساس میکنی که این اقدامات اقداماتیه که داره آرامش نیروی نظامیت رو میگیری، کلید واژه در صحبت اینا هست. این داره میگه که این اقدامات داره انجام میشه، ما داریم این کارها رو میکنیم چون از این بابت نگرانیم که تو نزدیک آبهای مایی و تو اگر میخوای این کارو نکنی، پاسخ پنهانش اینه که باید دور شی از آبهای سرزمین ایران، دور شو، هم هیمنت رو به اصطلاح خودمون از دست رفته نمیبینی، هم جایگاهت حفظ میشه، هم الان دیگه فرصت داری راحت در هالیوود برای خود یه قهرمان بسازی و مردم دنیا هم ببینن، تخم بشکنن و حال بکنن، کسی هم دیگه روایت متفاوت و حقیقی ایران رو فرصت نمیکنه ببینه. پس فکر میکنم پیام اصلی که همه ما و دشمنان ما و اندیشکدهایی که یه سری خائن وطن فروش ایرانی داخلش هستن، ترجمه بکن اینا رو براشون، برای اون کسانی که در واشنگتن نشستن، وطن فروشای عزیز ترجمه بکنید. راهکار عدم تکرار این داستان ها اینه که آمریکا از منطقه بره. هیچ راهکار دیگه ای هم برای ما و در شرایطی که ما درش قرار گرفتیم قابل تعریف نمیباشد. ادامه این ویدیو رو با هم ببینیم. صحبت هایی هست از فرمانده ارتش قهرمانمون، داره در صحبتاش در تکمیل این صحبت ها نکاتی رو اضافه میکنه. بعضی کشورها روحیه‌شون طوری بوده که اصلا انتظار این که کسی نزدیک بشه به اونها رو نداشتن، که البته الان دیگه با توجه به اقتداری که جمهوری اسلامی ایران داره این رو پذیرفتن. خیلی خب، این ویدیو رو با هم دیدیم. ده بچه صدا و سیما گرم یه چیزی بالاخره این رسانه ساخت، که البته بالاخره که نه، یه چند تا ویدیو دیگه هم ساختن ما پخش کردیم، منصف باشیم. بالاخره ما یه تغییر اینجا داریم میبینیم، هم تغییر صدا و سیما خوبه، باید منصف باشیم بهش اشاره کنم، هم اتفاقی که رخ داد اتفاق فوق‌العاده ایه. من خدا قوت میگم به بچه ارتش، به بچه با وجودی که اثبات شده هستن برای ماهایی که از دور رصد میکنیم آن چیزهایی که در نیروهای مسلح ایران رخ میده، این بچه ها اثبات شده هستن. ولی بازم خدا قوت میگم دمتون گرم، با اینکه ارتش باصورت رسانه‌ای نداره که اون رسانه بیاد پر سر و صدا همه جا رو پر بکنه که آی ما فلان کردیم، ما 20 سال کردیم، ولی نشان داد که در کنار قهرمان‌هایی که در سپاه پاسداران داریم، تمام قد نسبت به مسئله ایالات متحده آمریکا حساسه و دشمن شناسیش به خوبی دشمن رو داره بهش نشون میده. اون کسانی که حضورشون در نزدیک مرزهای ما برای ما خطر آفرین است و باید قاطع و بسیار محکم آنها برخورد شود. خیلی مخلصیم، دم بچهای ارتش گرم، دم خانواده‌هاشون گرم، دم بازنشسته هایی که میدونن مشکلات معیشتی دارن، کمبود حقوقی داره کلافشون میکنه، هزار و یک مسئله دیگه هم ناراحتشون میکنه، گرم. امیدوارم که همدلیه در نیروهای مسلح ما کمان که الان به وجود اومده بیشتر و بیشتر بشه و خدا دلهای ما رو هم دیگه نزدیکتر بکنه. اگر نکته داشتین اضافه بکنین به این ویدیو. وقتتون بخیر.